دولت ایران رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت. فرزند اما عزیز من، امروز یک بار دیگر دنیا چشم به درایت و کاردانی و موقع شناسی و انضباط شما دوخته است. فرد شما نباید مسئولیتی را که در پیشگاه خدای بزرگ و وجدان پاک خود و دینی را که پرچم و تاریخ پر افتخار خیش دارید لحظه از یاد ببرید. دکتر محمد مصدق با آنکه در مجلس 15 نماینده نبود، همچنان کانون توجه ملیون در داخل و خارج مجلس بود. اقدامات مصدق و هوادارانش در چهارچوب قانون اساسی و مجلس بر استیفای حقوق ایران از شرکت نفت انگلیس متمرکز شده بود، در حالی که بسیاری و از جمله مجاهدین اسلام آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام به قوه قهریه هم متوسل می شدند. در 15 بهمن ماه 1327 در دانشگاه تهران به محمد رضا شاه تیراندازی شد. شاه جان سالم به در برد و ضارب کشته شد. اما به گفته دکتر سیف پور فاطمی، شاه از این واقعه بهره ها برد. بعد از اینکه ناصر فخرآیین را کشتند و شاه آسیبی بهش وارد نیامد، حکومت نظامی اعلام شد و دو دسته که مخالف شاه بودند این دسته را محکم کوبیدند. یکی حزب توده بود که حزب توده را غیر قانونی اعلام کردند و گفتند که باعث تیراندازی این شخص با حزب توده سر و کار داشته است. دیگری دسته از سید ابوالقاسم کاشانی و روحانیون و افرادی مانند حائری زاده و مخالفین در مجلس. و بعد از اینکه این عمل واقع شد، شاه توانست که مجلس مؤسسان را تشکیل بدهد و اون اختیاراتی که غیر ممکن بود بدون یک چنین قائله‌ای بتواند اون اختیارات را بگیرد از مجلس مؤسسان گرفت. یکی از اونها تشکیل مجلس سنا بود و دیگری اختیار به شاه برای انحلال مجلس. با پایان کار دوره 15 مجلس، آنچنان که دکتر کریم سنجابی میگوید، ملیون به تکاپو افتادند تا انتخابات دوره 16 آزاد برگزار شود. مصدقم به فکر این افتاد که فعالیتش رو شروع کنه و گفتگوی این شد که چه اقدامی باید کرد. ایشان گفتن باید تحسن اختیار کنیم در مقابل این انتخاباتی که میگیرن، باید این انتخابات آزاد بشه. اول گفتگو بود که در یه مسجد تحسن بگیریم، بعد آقای مصدق گفتن که تحسن در دربار باشه این دفعه. مصدق اعلام کرد به مردم و روزی که تحسن معین شد ما رو به تحسن رفتیم. جمعیت کثیری وارد خیابان کاخ شده بودن و ما در خدمت دکتر مصدق رو به کاخ می رفتیم که عبدالحسین هجیر به استقبال مصدق آمد. به مصدق گفت که آقای دکتر مصدق انتخابات آزاد است. گفت عبدالحسین هجیر، تو شرف داری، این وکالت آزاده. این حرفی بود که مصدق زد و دم در که رسیدیم یک جوانکی صدا زد زنده باد جمهوری، زنده باد مصدق رئیس جمهوری. فهمیدیم که این جز خرابکار هست. مصدق فریاد زد بگیریدش، این آدم هم بگیرید، و پریدند و گرفتند و تحویل نظمیه دادن. بعد از اونجا گفتن که این جمع کثیر که نمیتونه وارد تحصیل بشه، 20 سفر انتخاب کنید با آقای دکتر مصدق. 20 سفر انتخاب شد که از اون جمله یکی بنده بودم. اسامیش الان یکی یکی یادم نیست ولی شاید همه میدونید. اونجا رفتیم و 2-3 روز در دربار متحسن بودیم. متکلم وعده با مصدق فقط عبدالحسین هجیر بود. مصدق نتوانست با شاه ملاقاتی بکنه و بالاخره عبدالحسین هجیر مصدق را مایوس و دست خالی بیرون کرد از چیز تحسن. ولی این تحسن ما نتیجه بخش شد، یعنی به وسیله مطبوعات و پخش شدن خبر این تحسن سبب شد که مردم علاقمند به انتخابات بشوند و در این حال مصدق و ملیون و مخصوصا دکتر بقایی که در اون موقع واقعا
فعالیت غیرتمندانه کرد با روزنامه شاهدش، مردم آگاهی پیدا کردند و در انتخابات شرکت کردند. آیت الله کاشانی همچنان در لبنان در تبعید به سر می برد. ملیون به رهبری دکتر مصدق جبهه ملی را تشکیل دادند. دکتر کریم سنجابی میگوید در انتخابات تقلب شده بود تا از ورود ملیون به مجلس جلوگیری شود که ناگهان خبر ترور وزیر دربار توسط طرفداران آیت الله کاشانی وضع را عوض کرد. در روزی که ما به کلی مایوس بودیم و منزل آقای دکتر مصدق بودیم، ناگهان خبر آوردن عبدالحسین حجیر کشته شد. همین که حجیر کشته شد و ننگ این تعویض آرا کاملا آشکار بود، اون انتخابات باطل شد، انتخابات مجدد صورت گرفت که در این انتخابات در شهر تهران 8 نفر از میلیون با مصدق انتخاب شدند. کاشانی و مکی و بقایی و عبدالقدیر آزاد و شایگان و نریمان و اینها. به این ترتیب در مجلس 16 پایگاه اقلیت تشکیل شد و برای میلیون و برای جبهه ملی میدان فعالیت وسیع شد. در آغاز هدف میلیون خلع ید از شرکت نفت انگلیس بود، اما به گفته دکتر فؤاد روحانی که از مدیران شرکت نفت بود، میلیون از این گذشته می‌خواستند تا از این طریق به دفاع از منافع اقتصادی و سیاسی ایران برخیزند. شرکت نفت انگلیس چه از نظر مالی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی مسلماً مخالف منافع ایران بود. به 20 نمی رسید شماره ایرانیایی که واقعاً در شرکت یک مسئولیتی داشتن، برابر بودند با رؤسای انگلیسی و اینا. بقیه افرادی بودند که اصلاً مورد توجه نبودن از هیچ چیز، نه از حیث منزل، نه از حیث حقوق، نه از حیث شغلی که داشتن، به هیچ وجه. در مجلس 16 دکتر مصدق رهبر ملیون مدام بر همین نکته تأکید می کرد. شرکت خواهد که از این منابع ما به قدری استفاده بکند که به ایران هیچ ندهد. این بود که ملت ایران را عصبانی کرد. در میان روحانیت از سوی دیگر نظر واحدی وجود نداشت. آیت الله بروجردی روحانیون را از سیاست به دور می داشت. با این حال آیت الله سید محمد تقی خانساری در قم و آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در تهران به گفته مهندس بازرگان موافق بودند. روی هم رفته میشه گفت که روحانیت ایران با ملی شدن نفت و با این مسئله به اصطلاح قیام ملت ایران برای کوتاه کردن دست استیلای خارجی در هیئت و کسوت شرکت نفت، نظر متحد و خیلی منسجم و مشخصی اتخاذ نکرده بود و نظریات مختلف بود. مرحوم خونساری طرفدار بود و علاقه من، خونساری البته قم، مرحوم بروجردی که در واقع آیت الله العظمای اون زمان بود و مرجعیت اول رو داشت، ایشون بی‌طرف بودن. مرحوم کاشانی خب پشتیبانی داشت و همکاری داشت در ابتدا. البته اتحاد نظر ملیون و جناحی از روحانیون به گفته احسان نراقی به قضیه نفت هویتی ملی داده بود. نهضت ملی شدن نفت که یک امر کاملا ایرانی و ملی بود، همه اکثر ماها رو به خودش جلب کرد. خب میدونید که نهضت ملی شدن نفت در حقیقت خصوصیت ملی و مذهبی داشت. یعنی از یه ور یه شخصی مثل دکتر مصدق یک رجل ملی به اصطلاح لایک و ناسیونالیست و دموکرات منش سمبول این نهضت بود. از یه طرف مرحوم آیت الله کاشانی با نفوذی که در روحانیت و در طبقات متوسط و بازاریان داشت، این دوتا که دست به دست هم دادن، یه نهضت خیلی نیرومند و ریشه‌داری رو عرضه کردن. در بحبوحه مباحثات مجلس بر سر ملی کردن نفت، نخست وزیر وقت سپهبد رزمارا ترور شد و آنطور که دکتر سیف‌پور فاطمی میگوید راه برای تصویب لایحه ملی شدن نفت هموار گردید. بعد از اون که رزمارا ترور شد و ادا برای چند روزی بر سر کار آمد و ادا هم یک مرتبه خودش استعفا داد، در مجلس دکتر مصدق پیشنهاد کردند که شما دولت تشکیل بدهید
دکتر مصدق در جواب گفت من وقتی دولت تشکیل میدم که شما قرارداد نفت رو تصویب بکنید، بنابراین اول قرارداد نفت رو در مجلس تصویب کردند، بعد حکومت دکتر مصدق برای اجرای قرارداد تشکیل شد. دکتر مصدق که در تصویب لایحه ملی کردن نفت پیروز شده بود، به گفته دکتر سنجابی در اجرای آن با اعتدال و مدارا عمل می کرد. کابینه اول مصدق بیشتر از افراد معتدل و کهنه‌کار قدیمی بود و مصدق در این باره نظر و سیاست داشت و نظر و سیاستش این بود که چون فکر او این بود که قانون ملی شدن نفت را به موقع عمل و اجرا بگذاره، سیاست‌های خارجی را نسبت به ایران بدبین نبینه و حکومت ایران را در پیش سیاست‌های خارجی حکومت رادیکال جلوه نده. پس از ملی شدن نفت، مهندس مهدی بازرگان اولین رئیس شرکت ملی نفت ایران شد. جزء قانون ملی شدن نفت این بود که دولت ایران اونجا رو به عهده بگیره، اداره اونجا رو بگیره و خلع‌گرد از انگلیس ها بشه، ولی انگلیس ها رو بیرون نکنه. اونها خودشون رو به اصطلاح کارمند و مزدبگیر و خدمتگزار دولت ایران بدونن. این نظر اصلی بود و وظیفه‌ای که به ما مراجعه کرده بودن و مقدم بر هر چیز همون عمل خلع‌گرد بود، یعنی بریم و جانشین مدیریت شرکت نفت انگلیس و ایران بشید، که اون کار انجام شد. خیلی هم با سرعت و سهولت و هم با پیروزی بزرگی شد و دیگه افتاد اختیارات در دست این هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران. ولی چون انگلیس ها مایل نشدن، نخواستن که خودشون رو مستخدم ایران بدونن و به نام شرکت ملی نفت ایران عمل بکنن، فروش بکنن و چیزای اقتصادی رو انجام بدن، اونا تصمیم گرفتن علارغم خیلی مذاکرات و آمد و رفتای که شد و چند میسیون هم امریکایی هم انگلیسی آمدن و بالاخره به اونجا رسیدن که باید اونجا رو تخلیه بکنن، نمیخواد بمونن، یعنی زیر بار این چیز قانون ملی شدن نفت ایران نمیرفتن. به این ترتیب ما برخلاف اون چه اول تصور میشد یا اول گفته شده بود، خودمون رو مواجه با یه وظیفه بسیار سنگین دیدیم و اون این بود که این دستگاه پرعظمت رو حفظش بکنیم، حفظ بکنیم، نذاریم بخوابه و علاوه بر حفظ شدن در مرحله اول احتیاجات داخلی مملکت تأمین بشه و در مرحله دوم بتوانیم صادر بکنیم نفت و درآمدهایی که مورد انتظار بود و ارزی که مورد احتیاج بود اون تأمین بشه. ما موفق شدیم که اولا به اندازه یک روز هم اتومبیلای ایران، کوره های نانواخانه ها، از کنم که حمام ها و کلیه مصارفی که احتیاج به مواد نفتی داشت یه دونش هم نخوابید و تا اون اندازه که امکان خارج داده بودن به خارج هم ما صادر کردیم. این اون به اصطلاح نقش اصلی و اولی بود که ما انجام دادیم. نفت ملی شده بود، اما به گفته دکتر فؤاد روحانی، مصدق هدفهای دیگری هم در سر داشت. نهضت ملی اساسش یکی هوشیار شدن ایران به فرهنگ خودش، به هویت خودش، به عرض کنم که تمامیت خودش، یکی مخالفت با استعمار خارجی و مخالفت با استبداد داخلی. اینها باعث شد که مصدقی به وجود آمد. موضوع نفت غالباً شخصیت مصدق و سیاست مصدق توأم میشه با مطلب نفت، البته توأم هست ولی اساسش این نیست. مصدق بکش بالاتر بود از موضوع نفت، چون بنده اقلا هفته یه دفعه که دو دفعه دکتر مصدق میدیدم، بنده حس میکردم که این فقط فکرش نفت نیست. چون بنده میدیدم موقعی که ما صحبت میکردیم راجع به اشکال موضوع نفت و ارتباط این که قیمت نفت چه خواهد شد، چقدر عاید خارج، بنده میدیدم فکرش میره یه جای دیگه. یعنی دارم بده اون فکرش بالاتر بود از این، میخواست موضوع نفت رو وسیله قرار بده برای تثبیت اون واقعا نهضت ملی ایران، برای برقرار کردن اصول دموکراسی لیبرالیست و ناسیونالیسم به معنی واقعی کلمه. و اما واکنش انگلستان در برابر ملی شدن نفت به گفته دکتر سیف پور فاطمی بسیار شدید بود. انگلیس ها شروع کردن با فشار اقتصادی و بلوکه کردن پولهای ایران
در لندن به دولت ایران فشار بیاورن. از نظر فروش نفت هم در سرتاسر جهان در هر کجا که میسر بود جلوگیری کردن، یعنی در همه جا فروش نفت ایران را تحریم کردن. خود دکتر مصدق هم رفتار انگلیس را از بقایای دوران استعمار می شمرد. دولت انگلیس می خواهد با همون رویه قرن 19 با ملت ایران رفتار کند و این رویه به تمام معنا مخالف اون چیزیست که ما می بینیم. امروز هیچ ملتی نیست که بخواهد استقلال و آزادی او دستخوش اغراض دول استعماری بشود. ملیون ایران که چند بار کوشیده بودند برای موازنه در سیاست خارجی از امریکا استمداد کنند، به گفته دکتر فریدون کشاورز بار دیگر به سراغ امریکا رفتند. دکتر مصدق از تضادی که بین انگلستان و امریکا در اون زمان پیدا شده بود برای گرفتن نفت ایران استفاده کرد. یعنی امریکا شده بود قوی ترین دولت دنیا بعد از جنگ جهانی دوم و انگلستان ضعیف شده بود و احتیاج به امریکا داشت. به این مناسبت امریکا کوشش کرد که یا لااقل تمام نفت ایران رو بگیره یا از این نمد کلاهی داشته باشه. و وقتی که دکتر مصدق شروع کرد به تبلیغ و صحبت در مجلس درباره ملی شدن صنایع نفت ایران، امریکا از او پشتیبانی کرد. اما به نظر دکتر فؤاد روحانی دولت انگلستان تلاش میکرد تا امریکا را نسبت به دولت مصدق بدگمان کند. وقتی که انگلیس ها متوجه شدند که نمیتوانند امریکا را وادار بکنند به خصومت با ایران، مرتباً مامورانی فرستادند به واشنگتن که برود با دولت امریکا برند صحبت بکنند و بگویند شما به کلی غافلید از جریاناتی که در ایران داره اتفاق میافتد و بالاخره روزی متوجه خواهید شد که دیر خواهد شد و اون روز روزی است که کمونیست ها آمده باشند و تسلط پیدا کرده باشند به ایران و این روز خیلی نزدیکه. برای اینکه دکتر مصدق داره کمک میکنه به روس‌ها که بیایند و نفوذ روسیه جانشین نفوذ امریکا و انگلستان بشه. به اندازه تکرار کردن این مطلب رو و سعی میکردن که یک مدارکی هم برای این موضوع پیدا بکنن که خب در ایران البته بودن کسانی که همین حزب توده و دیگران بودن که کمک میکردن به افکار کمونیستی و اینها این قبیل گزارش ها رو روز به روز قوی تر کردن، بیشتر روش تاکید کردن، نماینده فرستادن، بحث کردن، نطق کردن. یواش یواش امریکایی ها واقعا ترسیدن. ترس امریکا و روحانیت از نفوذ کمونیسم توسط دربار و دولت وقت انگلستان تشدید می شد. اما به گفته دکتر فریدون کشاورز این وصله ای بود که به دکتر مصدق نمی چسبید. ایرج اسکندری در خاطراتش که منتشر شده گفته که من مصدق خواسته بود برای خاطر اینکه نامه داشت که من بایستی به سفیر شوروی بدم و من به مصدق گفتم که شمال ایران حریم امنیت شوروی است. نوشته که دکتر مصدق قلم تراشش در آورد از جیبش و باز کرد و به من گفت اگر یک بار دیگر این کلمه را تکرار بکنی زبانتو میبرم. انگلستان در مجامع بین المللی به فعالیت افتاد. نخست به دیوان بین المللی لاهه و به دنبال آن به سازمان ملل شکایت برد. دکتر مصدق خود شخصا برای دفاع از حقوق ایران به خارج سفر کرد. در امریکا بود که دکتر مصدق احساس کرد نفوذ انگلستان بر امریکا مانع کمک امریکا به ایران شده است. دولت امریکا گرچه ظاهراً با دولت ایران هماهنگی می کند ولی نمایندگان اون دولت به قدری در تحت تأثیر انگلیس هستند که نمی توانند برای ایران کار می کنند. ناتوانی دکتر مصدق در حفظ حمایت امریکا به گفته دکتر سیف پور فاطمی مخالفان دکتر مصدق را جسور کرد. موقعی که دکتر مصدق در امریکا بود از اون موقع اختلافی بین او و شاه شروع شده بود. این بود که بعد از اون که دکتر مصدق به ایران برگشت در مجلس هم
یک مخالفت های شروع شد، زیرا یه عده از وکلا می گفتند که هرچه کار نفت عقب بیفتد نفوذ کامیونیست ها در ایران زیاد می شود و حزب توده ممکن است که کودتا بکند و این فشار روی مصدق فوق العاده زیاد بود. مصدق به فکر افتاد که برای اینکه بتواند قدرت را یک پارچه در دست بگیرد و کارها را انجام بدهد، به فکر این افتاد که وزارت جنگ را در دست بگیرد. البته شاه با این مخالف بود. در نتیجه دکتر مصدق استعفا داد و بعد از استعفای دکتر مصدق از مجلس رأی تمایل خواستند. وکلای جبهه ملی از جلسه خودداری کردند. جلسه طرفداران شاه در مجلس تشکیل شد و به حکومت قوام السلطنه رأی اعتماد دادند. قوام السلطنه البته در اون موقع سنش زیاد بود، مریض هم بود و با اوضاع کاملا از اوضاع دور بود. و البته این نکته هم باید در نظر گرفت که شاه به همون اندازه که از دکتر مصدق میترسید، از قوام السلطنه هم میترسید. این بود که قوام السلطنه نتوانست کاری انجام بدهد و در تهران چند روزی انقلاب شدید به وقوع پیوست، به طوری که حتی نظامی ها حاضر نشدند مردم تیراندازی بکنند و در نتیجه قوام السلطنه مجبور به استعفا شد و دو مرتبه دکتر مصدق حکومت تشکیل داد. بر اثر پشتیبانی ملیون و مذهبیون به رهبری آیت الله کاشانی، کنارگیری مصدق چندان طول نکشید. واقعی تاریخی 3 تیر ماه را مصدق اثر گذرانید، اما طوفان سهمگین تری در انتظار مصدق بود. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro Siret. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.